بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین ارجمند، آرزو میکنم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. به ادامه درس های روز قبلی خود میپردازیم به درس امروز خود. روز گذشته در مورد انواع تومرای خبیس غدوات لابی گپ زدیم. تومرای خبیس گفتیم مثلا ملگنانت مکستاس، موکبیدرمید کرسینوموس، ادنوید سیستی کرسینوموس، اسینیسیل کرسینوموس، تداویشیاس، کمپوزیت رزکشانچیاس، همچنون وارتین تومور در کدام قسمت است، عراض علایمش چی است و چگونه تداوی میشه. اختلالات تومور رو خواندیم، تشخیص دقیق تومور رو خواندیم و میرسیم به درس امروز خود انشاءالله. درس امروز ما نکروتایزینگ سیلو میتاپلازیاس. سیلو غده لابیه، نکروتایزینگ مثلا تقرحی، نکروز شده از بین رفته، میتاپلازیا تغییر، التهاب، بزرگ شدن غیر منظم. ببین گفته عبارت از پروسه عکس‌العمل التهابی غیر نیوپلاستیک، یعنی التهاب موجود است ولی نیوپلاستیک نیست، یعنی سرطانی نیست، که معمولا غده لابی کوچک هدف قرار میده، خصوصا قسمت های لب ها، قسمت کام. یک تورم است، یک پوندیدگی است، غیر سرطانی است، نه تومور سالم است نه تومور خبیث، فقط یک التهاب است. دلیل اصلیشون کم شدن جریان خون درست از سبب تروما، از سبب سکرت کشیدن، از سبب دیابت، از سبب استفاده از مخدرات، از پان و غیره. دلیل یک تورم یا پوندگی شکل تقیحی بوده میتونه. تشخیص تفریقی ازی محصول نزید باید از تومورای خبیز مثلا سیسی موکیب درمید چی شوه؟ صورت بگیره. موکی اپیدرمید موکو درمید خواندم یا سیسی اسکوام اصول کرسین ما که یک تومور بسیار مشهور جواف دهنه است. تداویش چیست؟ تداویش پاکاری امرای هایدروژن پراکساید، جوف دهن امرای هایدروژن پراکساید پاک میکنیم، جمع محلول سلین بعد از که هایدروژن پراکساید رش شد، محلول سلین را بسیار با احتیاط با اشتگی چی میکنیم؟ تطبیق میکنیم، لواج میکنیم که نکات تقرحی، نکاتی که از بین رفته پاک شود و همچنان تطبیق انتیبیوتیک موزی یا به شکل لواج به نام جنشن ویولت یا مو ویل جانشن که بعضا میگیم در قسمت هایی که تقرح یا نکروز موجود است. و اگر این کار را بکنیم و یا نکنیم، تداوی ازی معمولا عرضی است، عراض گم میکنیم، که شفایابی ازی بعد از 6 الی 8 هفته خود به خود صورت میگیره. خب بس دیگه، سیلو ادینوز است. سیال ادنوز مسجدین عزیز عبارت است تورم غیر التهابی غیر نیوپلاستیک. تورم غیر التهابی غیر نیوپلاستیک، ببینین که نیکروتایزنگ سیالو میتاپلازیا چی است. عبارت است پروسه عکس‌العمل التهابی غیر نیوپلاستیک، ولی سیالو ادنوز عبارت است تورم غیر التهابی غیر نیوپلاستیک، نه التهاب است و نه سرطان، نه التهاب است نه تومور سلی و نه تومور خبیث، یک تورم است. خداوند بدون کدام موجودات توموری بزرگ شده، کلان شده. میتاپلازیا نیست، دیسپلازیا نیست. دلایلی مثلا امراض اتومیون است، مثلا ام اس مالتیپل اسکلروز، امراض هورمونی دخان وای کسانشان از پینجا زیاد میشه به خاطر موجودیت منوپوز، اتفاق مفتر دیابت است، دیابت شکری، کسایی که الکولی هستن، سیروز الکولی یا مشکلات کبدی و جگری که پیدا میکنن به این شکل دوچار شده میتونن، همچنان امراض پانکرانس و کلیه میتونه سبب سیالو ادینوز شوه. بس دیگه، سندروم جوگرن است یا اس جوگرن سندروم. خب من از شما یک سوال میکنم، سندروم چی است؟ سندروم به چی میگیم؟
و فرق بین سندرم و مرض چی است. شما اگر ویدیو را دیدین میشه که پوزیر به من نوشته بکنیم که فرق بین سندروم و مرض چی است. از جوگرین سندروم عبارت از حالت است که با یک سی پایه مشخص میشه. وقتی که میگیم سی پایه یعنی اراز علائم کلینیکی ازی به شکل یک سی پایه است، یک مثلث است. خشکی دهن یک پایش است، خشکی چشم دیگه پایش است و روماتاید ارترید یا التهاب مفاصل پای دیگه شه است. هر زمان که ما ایسی عراض علایم در یک شخص دیدیم گفته میتونیم سندروم جوگرین دی شخص یا از جوگرین سندروم موجوده است یا جوگرین سندروم موجوده است. دیجه اسش سایلنت است. بعضی کسا از جوگرین میگه و بعضی کسا جوگرین سندروم میگه، هر چیزی که میگین. ولی سندروم جوگرین عبارت از سندروم است که با یک سه پایه اصلی مشخص میشه: خشکی دهن، خشکی چشم و روماتوید آرتریت یا التهاب مفاصل. ولی اگر فقط خشکی دهن و چشم موجود باشه، اگر فقط چشم و دهن خشک باشه، ای به نام پرایمری یاد میشه، نام پرایمری جوگرین سندروم. دلایل از این مسئله محترم متفاوت است. دلایل ازی خیلی هر چیز بوده میتونه، نظرات مثلا نظرات متفاوت است. در کل میگیم نامعلوم است دلایل جوگرن سندروم، نامعلوم است. ولی بعضی کسا میگه جنتیکی است یا از پدر مادر پدرکران منتقل شده. بعضی کسا میگه هورمونال است، تشوشات در بلانس یا توازن هورمونا سبب ازی میشه. بعضی کسا میگه انتانیش در سبب اگنتان ویروسی به میان می احتمالا. و بعضی کسا میگه ایمینولوژیک است یا چی؟ سبب سیستم دفاعی میزبان. و ای دلیل یا ای فرضیه نظر به دیگه فرایز خیلی مشهورم و متبرم است. یعنی احتمال از اینکه جوگرن سندروم یک آفت ایمینولوژیک باشه، دلیل از ایمینولوژیک باشه زیاده است. منظر کلینیکی ازی مسئولین عزیز دوره که میبینین در خانم ها بسیار زیاد است. جوگرن سندروم یا خشکی دهن، خشکی چشم و روماتوید آرترایت در خانم ها بسیار زیاد است، خصوصا خانم هایی که بالاتر از سن 40 سال هستند. هر خانمی که بالاتر از سن 40 سال شد در معرض جوگرن سندروم قرار میگیره. همچنان نسبتش به مردها یک برده است. یعنی از هر 10 مرد، از هر 10 شخص که مصاب به جوگرن سندروم است، یک تایش مرد است و 9 تایش هم زن است. تکرار میکنم، یک برده به این معنا که از هر 10 شخص که مصاب به جوگرن سندروم است، 9 تایش خانم است و یک تایش مرد است. خانم ها بیشتر به این مرض مساعده است. دلیلش هم احتمالاً دلایل هورمونی بوده میتونه. خب لوحه کلینیکی و اعراض علائم کلینیکی زی طوری که گفتیم که یک سه پایه بوده میتونه. معمولا اعراض علائم کلینیکیش خشکی دهن است، خشکی چشم است و روماتوید آرتری، که معمولا خشکی چشم و خشکی دهن معمول می باشه و با نام پرایمری هم یاد میکنه. پرایمری چی؟ جوگرن سندروم. خشکی دهن، خشکی چشم و روماتوید آرتریت. روماتوید آرتریت یا درد مفاصل. در یافتای لابراتوری یا در تستای لابراتوری ما چی گپا رو میبینیم؟ خب دقت بکنه، گفته که تستای لابراتوری بسیار با اهمیت است، از اهمیت خاص خود برخوردار است. در لابراتوار ما پولیگلوبولینال میبینیم در خونش، هایپر گلوبولینیا میبینیم، سایتوگلوبین گلوبولین زیاد میشه، سویش بلند میره. دریافتی انتی بادی های خاص نسجی یا اسپسیفیک انتی بادی یا اسپسیفیک ارگانز انتی بادی، مثلا
anti-salivary duct antibody, rheumatoid factor antibody, anti-nuclear antibody درست که عرصه انتیبودی را ببینیم دلیل به موجودیت جوگرن سندروم میکنه. خب یک تست خیلی مشهور، یک تست بسیار عام به نام شمیر تست یا تست شمار، انگلیسی اگر بگوییم شمیر گفته میشه، ولی اگر در ری صحبت بکنیم شمار یا هر چیزی که چون که اسم خاص است دقیق قدر نمیپیچیم. ببینین وارد از گذاشتن یک استرپ، یک کاغذ، کاغذ این یک استرپ است، یک استرپ است، یک استرپ است، استرپ وارد از یک کاغذ رنگ شده و مقیاس دار که قابلیت اندازه گیری را داشته باشه استرپ میگیم. وارد از گذاشتن استرپ یا کاغذ فلتر در پلک سفلی یا اجفان سفلی می باشد. ما امی استرپ یا امی کاغذ فلتر در قسمت پلک سفلی ازی قرار میتیم. از مریض می خواهیم که در ظرف 5 دقیقه راحت باشه، آرام باشه. خب اگر نرمال باشه چی گپا میشه، ولی اگر غیر نرمال باشه ای تست چی رشان میده. اگر جوگرن سندروم مریض نداشته باشه، محصلین عزیز 15 میلیمتر کاغذ یا استرپ در مدت 5 دقیقه مرتوب میشه. ببینین این نرمال است، از اینجا تا اینجا 15 میلیمتر این استرپ چی شده؟ مرتوب شده یا تر شده. پس این شخص جوگرن سندروم نزدش موجود نیست. ولی اگر غیر نرمال باشه که به رنگ سرخ نشان دادیم، ببینین کمتر از 5 میلیمتر در ظرف 15 دقیقه چی میشه؟ مرتوب میشه. یعنی اشکش کم است، عقده اشکش قدرت تولید اشک بسیار کم داره. به خاطر ما میگیم که تست ازیجه مثبت است، یعنی جوکرن سندروم به این مریض موجود است. خب تست دیگه به نام روز بنگال دای تست یاد میشه که بار تست است که توانایی تشخیص نوایی تخریب شده در قرنیه، در قرنیه مریض می داشته باشه. قرنیه به قسمت سفیدی به قسمت چشم است، اطراف مردمک چشم، اطراف پاپیل قرنیه است. به خاطر از اینکه اشک تولید نمیشه، اشک تراوشش کم است، قرنیه تخریب میشه. خب تداوی جوگرن سندروم چی است؟ محصلین عزیز تداوی زی بارت از مراقبت عرضی یا سیمتوماتیک است. ما فقط عرض گم میکنیم، وقتی که عرض گم کردیم خود به خود میشه که تداوی زی جواب ده. اشک مصنوعی برش میتیم درست، مثلا آی فرش یک دوایی که در بازار می باشه، و ادویجات مثلا پیلوکارپین با محلولات بیوتین که تمام از این سبب تنبه و تراوش جریان لعاب دهن میگرده. تدویش بازم تکرار میکنم، عرض گم میکنیم، تدویش سیپتوماتیک است، برش عشق تجویز میکنیم، البته عشق مصنوی و همچنان پلیکارپین بیوتین در صورتی که مریض بیشتر سبب عراض و مریض بیشتر مشکلات در سبب شود. خب تصویر برداری تشخیصی در امراض غدوات لابی که چی سنگ بوده میتونه، چی تورم بوده میتونه، چی خدا ناقصه سرطان بوده میتونه، چی تومور سلیم بوده میتونه، چی تومور خبیث بوده میتونه، به این شکل است: کنونشنال رادیوگرافی، کنونشنال رادیوگرافی، سیالوگرافی، اولترا ساوند، سی تی سکن، ام آر آی، رادیو نیکلوید ایمیجین. تمام از این میتونه یک روش های بسیار مؤثر در تشخیص
تمامی مشکلات یا پروبلمای خدوات لابی باشه. هر کدامش به ترتیب صحبت میکنیم، سیالوگرافی چی است، اولتراساون چی است، کانونشنال رادیوگرافی چی است، سیتی سکن چی است و چی را نشان میده، امارای چی است، چگونه تطبیق میشه، در امارای ما چی را دیده میتونیم، رادیو نیوکلاید ایمجین چی است. ببینید سیالوگرافی عبارت از پروسیجر ویژه است، اختصاصی است که فقط برای نشان دادن امراض غدوات لابی بزرگ استفاده میشه. مثلا ما تینا غدوات لابی داریم، پاروتاید، سب مندیبولر، سب منتال. هر وقت که ایسی غدوات به مشکل به سنگ به التهاب دچار میشه، ما با استفاده از یک ماده حاجب یا کنتراست که توسط سرنج در قسمت پارانشیم غده یا در قسمت جسم اصلی غده یا دکت یا قنات غده زرق میکنیم و در تصویر میبینیم به شکل بسیار واضح و مفصل پارانشیم غده را و قنات غده را چی میکنه؟ نشان میده. اگر تورم باشه، اگر پندیدگی باشه، اگر سنگ باشه، اگر هر چیزی که باشه به ما نشان میده. ماده حاجب در رادیولوژی شما میخونن یا شاید خوانده باشین که عبارت از ماده ای هست که در تشخیص و در عکس برداری در یک نسج خاص به ما کمک میکنه. یک ماده حاجب است، قبل زرق شده و در عکس به ما نشان میده که در کدام قسمتش تورم است، در کدام قسمت پودیدگی است. ببینید اینا هیچی بده میتونه، یک تورمک، یک زیق شدگی، یک تزایق در این ناحیه موجود است. کم قسمت پارانچم یا قسمت اصلی غده و هم قسمت قنات، ببینید قنات غده چیز قابل دیده است و چون که این ماده، این حجاب یا ماده حاجب یا کنتراست رادیوپک است، خیالشام رادیوپک در رادیوگرافی مشاهده میشه. دیگه اولتراساوند عبارت از یک وسیله تشخیصی است که میتونه سنگای غدوات لابی را بسیار به آسانی تشخیص بده. اولتراساوند به خاطر چی؟ به خاطر سنگ یا استون. سیتی سکن هم به خاطر سنگ یا استونای غدوات لابی بزرگ قابل تشخیص است، ولی امارای به خاطر تومور، امارای به خاطر تومورای سلیم و تومورای خبیث قابل تطبیق است. وقتی که ما بالا یک مریض مشکوک هستیم که مریض خدا نخواسته با تومور سلیم یا خبیث سرسر دچار است، برش امارای تجویز میکنیم، پیشنهاد میکنیم. وقتی که امارای تجویز کردیم، در امارای دیده میشه که تومور هست نیست، التهاب هست نیست، در کل تمامی مشکلات و پرابلم های انساج رو خوره توسط امارای چی میکنیم؟ توسط امارای ما تشخیص میکنیم. و رادیونوکلاید ایمیجین این هم به شکل سیالوگرافی است که در این حالت ما از آین الفا و یا تطبیق میکنیم و مثل سیالوگرافی از خود ماده کنتراست یا حاجب داره و عکس نشان میده. سیالوگرافی هزی خیلی مشهور است و فقط امراض و مشکلات غدوات لابی را به ما چی میکنه؟ واضح میسازه. ببینین به این شکل اگر تزایق بوده میتونه، اگر پندگی بوده میتونه و یا اگر هر رقم مشکل که بوده میتونه به ما نشان میده. امید است که خونده بود درس فهمیده باشین. پاسترین عزیز، تست بنگال دای کارخانگیتون در انترنت سرچ بکنین، خود را اول آشنا بسازین چگونه تست است، چگونه تطبیق میشه، باز به ما پیام بکنین که من بفهمم که شما ویدیو را میخونین، ویدیو را استفاده میکنین و درس ها سهم میگیرین. موفق و سرفراز باشین.